امروز خوشبختانه بنیاد خیریه کوثر القرآن به مناسبت عید سعید قدیر خم مراسم عروسی دست جمعی 34 زوج جوان را برگزار کرده. علاقه اصلا با فتوای مراجع تقلید حرام حضرت آیت الله العظما محقق کابلی خداوند رحمت کند، ایشان به صراحت میگفت گله گرفتن حرام. اینایی که مثلا می 5 لک 10 لک یا مثلا 15 لک 20 ما کسایی میشنم تا 20 لک 30 لک افغانی رو مصرف کرده در عروسی شخصی، در نظر از من شخصی به یک جوان و اسراف هسته. در طول 20 روز یا 25 روز ما تانستیم هم صاحب عروس شدیم، هم نامزاتی را، هم شیرن خوری را، هم توی هم کل گیش را. یک شب پیش از عرفه ما تصمیم گرفتیم که برای خود عروس بیارم. یک شب پیش ما با یعنی خودم با عروس خواستگاری کردیم با یک مردمی خواستگاری که اصلا از قوم خیش من نبوده، از یک ولایتی دیگه از خیش من، از دختر خیلی از غزنی است، من خودم از پروان هستم، از غربند هستم. نام یاد خدا بیننده های عزیز سلام بر شما، امیدوارم جور صحتمند سر حال باشید، لباس عافیت بر تن داشته باشین، از گزند و روزگار به دور باشین. یک بار دیگر فرا رسیدن عید سعید قدیر خم را برای شما عزیزان از صمیم دل تبریک و تهنیت و مبارکباد و فرخنده باد عرض میکنیم. خوشبختانه جای بس افتخار است که همساله نهادهای مختلف خیریه در مناسبت های مختلف مراسم های عروسی دست جمعی در کابل و ولایات کشور برگزار می کنند. امروز خوشبختانه بنیاد خیریه کوثر القرآن به مناسبت عید سعید قدیر خم مراسم عروسی دست جمعی 34 زوج جوان را برگزار کرده و ما هم خواستیم مصاحبه داشته باشیم با مسئولین این نهاد، همچنان اقارب داماد و عروس و جوانانی که در این مراسم اشتراک کردند، دیدگاه ایشان را در ارتباط به اهمیت و ارزش جایگاه مراسم عروسی دست جمعی انشاءالله که می داشته باشیم. تا ختم گزارش امروز همچنان شما ما را همراهی کنید. آقا سلام. سلام علیکم و رحمت الله. تبریک باشه بریتان. خدا انشالله مبارک کنه برای زوج ها. خوشا به حالتان. سلامت باشه، جور باشه. از شما هم تشکر میکنیم که همیشه مراسم های خوب و زیبای کوثر القرآن را زیر پوشش دارین. حتی از بامیان ما تشکر میکنیم، از همکارای شما، از خود شما که انعکاس میدین. ما خوشحال هستیم و زوج هایی که عروسیش برگزار شده خود در جایگاهی میبیند که در جهان و در کل دنیا انعکاس پیدا کرده و استقبال کننده داره، این خیلی خوب است. سلامت باشین. ما مسئولیت ماساژ آقای گرامی حتما یک تقدیرنامه از طرف کانال آشیانه برتان مد نظر میگیریم و خاطر که خیلی زحمت میکشین. میریم روی اصل موضوع. آقای گرامی بیاین مشخص در ارتباط به مراسم عروسی دست جمعی امروز صحبت کنین، یکی چگونه آغاز یافت، چی تعداد زوج ها اشتراک کرد، مفصل اگر یادآوری کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
النکاح سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی. پیامبر گرامی اسلام میگه که نکاح سنت منه، کسی که پیرو پیامبر و امت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است باید در امر ازدواج تلاش کند، کوشش کند، از فقر نترسد و حراسی از فقر و تنگ دستی نداشته باشد. خدا وعده داده که ما شما را یاری میکنم و درباره فقر شما را غنی میکنم که حتما این صورت میگرد. وعده وعده خدایی است، نباید سوی زن داشت. ازدواج که صورت گرفته و صورت میگره، امروز 34 زوج در اینجا در تالار قصر صفا عروسیشان برگزار شده توسط خیرین خیریه کوثر القرآن که همیشه دستگیری مظلومین را در گوشه گوشه افغانستان، خاصاً در کابل و بامیان انجام دادن و انجام میدهند، که این کار و این امر خیر مورد استقبال همه مؤمنین قرار گرفته و برای مؤمنین و سرمایه‌دارا و فرهنگیان یا گلگو شده که امروز ما در این ایام قدیر خم که برای همه مؤمنین و پیروان اهل البیت و امیرالمؤمنین تبریک عرض میکنم. خداوند این ایام را ایام خوشی ما قرار داده، خوشی اهل بیت، همیشه خوشحال باشیم و ظهور مهدی آل محمد را به واسطه قدیر و به واسطه آل محمد تعجیل بگرداند. ما خوشحال از این هستیم که توانستیم دست مظلومین را به کمک خیرین بگیریم و خیرین هم همکاری کردن و تلاش دارن و زحمت میکشن و همیشه توصیه دارن که دست مظلوم باید گرفته شود. افغانستان فقر حاکم است، در افغانستان فقیر زیاد شده. ما هم شب و روز تلاش کردیم و تا بتوانیم دستورالعمل های اسلامی را و همکاری با خیرین داشته باشیم انجام بدهیم که الحمدلله موفق هستیم. 15 دوره را امروز برگزار میکنیم و برگزار کردیم که 11 مرتبه در کابل و 4 مرتبه هم در بامیان، انشالله که مرتبه های دیگر هم خدا برای ما توفیق میده که در ولایات دیگر، جاهای دیگر، نیازمندان دیگری بیشتری را دستگیری کنیم و انشالله که توفیق خدا داده برای ما و برای کمکگران و خیرین، انشالله توفیق از ما نگیره و چشم حسودان خیره شود و یا کور شود که سبب نشود خدای نخواسته که امی پروسی خوب خیریه کوثر القرآن و پروسه های دیگر که بنیاد های دیگر دارد سقوط کنه. انشالله که از سقوطشان دعا میکنیم که جلوگیری شود و آنها هم و مؤمنین تلاش کند در این امر ما را و خیرین دیگر را و خیریه های دیگر را کمک کند، تشویق کند تا اینه که نهادها بتواند زوجهای بیشتری را، فقرهای بیشتری را دستگیری کند. بسیار خوب. میشه در ارتباط به اهمیت و ارزش چنین برنامه ها بیشتر صحبت هایی داشته باشین و پیامی اخیرتان را به بینده های ما، به خیرین گرامی، به خانواده های عزیز، به جوانانی که میآیند در این مراسم ها اشتراک میکنند داشته باشین؟ اهمیتی از حدیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فهمیده میشه که نگاه نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح سنتی می پیامبر میگه اگر کسی از این نکاح و از این سنت اعراض کنه از امت ما نیست. پس بنابراین اهمیتش آنقدر بالایه که میگه اگر کسی ازدواج میکنه تشکیل خانواده میده، پیامبر و ائمه معصومین روایتی که ازشان شده میگه نصف دینش تکمیل میشه و تقوا پیشه کنه در نصف دیگر، تلاش کنه در نصف دیگر و سکون خانوادگی، آرامش خانوادگی توسط ازدواج هستند. اگر در خانواده آرامش به وجود میاد بعد از داشتن بندگی خدا و امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و ولایت امیرالمؤمنین و داشتن اینها، بعد از آن سکونت و آرامش در خانواده و در خانواده خوبه.
اگر خانواده خوب باشد بهشت است، بهشت دنیا است. اگر خانواده خدای نخواسته خانواده زشت باشد، خانواده بد باشد، خانواده گمراه باشد، تو خانواده جهنم است. ما خود ما می توانیم خانواده خود را بهشت بسازیم، خانه خود را می توانیم جهنم بسازیم. با رفتارهای اسلامی، با کردارهای اسلامی، با روشهای اسلامی می توانیم خانه را بهشت بسازیم. و با الگوهای غربی، با الگوهای بد، با الگوهای غیر اسلامی خانه ما جهنم می شود. به خاطر نهادی نشدن چنین برنامه ها چی پیشنهاد مشخص داریم؟ ما پیشنهاد با خانواده های اول با خانواده هایی که 2 سال، 5 سال تا 7 سال بیشتر کمتر نتانسته خانواده داماد عروسی برگزار کند، جشن عروسی خود را هر کس شوق و اشتیاق داره که عروسی خود را، عروسی فرزند خود را برگزار کند، اما که به علت فقر و ناداری برگزار نتوانسته، توصیه ما است که سهولتی در امر ازدواج را به بار بیارند، هم از نگاه جزیه، هم از نگاه به عنوانی که گله میگیره، گله که اصلا با فتوای مراجع تقلید حرام است. حضرت آیت الله العظما محقق کابلی خداوند رحمت کند، ایشان به صراحت میگفت گله گرفتن حرام است. مان گله ما بیاییم این سنگ ها را و این موانع را از سر رای جوان ها برداریم، هم دختر و هم پسر را خوشبخت کنیم. بهترین خانواده، بهترین خانه و بهترین زوج، ابو زوجی است، بهترین دختر ابو دختر است که مهرش کم باشد، اقل المهر باشد. و اگر با مهر مثلا ما زیادت کنیم، پس این میشه که امر ازدواج را تعطیل کردیم. تعطیل کردن امر ازدواج خانواده ها و بچه ها و دخترهای خود کار را خراب کردیم. کوشش کنیم که سهولت به بار بیاید. و بازم با پیغام ما با سرمایه‌دارا و با کسایی که دستش در جیبش میره میتواند کمک کنه، حتی میتواند 2 نفر، 3 نفر عروس و داماد را همکاری کنه، خیرین از او استقبال، خیریه استقبال میکنه و خیرین هم این کار را باید بکنه تا زوجهای زیادی را بتواند عروسیش را برگزار کند، اجتماعی برخورد کند. جمعی ید الله مع الجماعه، جمعی اگر یک و دو جمع شود، ده و بیست شود میشه که کارهای سنگین را انجام بده. اگر در گردن یک نفر یا در هزینش به دوش یک نفر بفته بسیار سنگین است. باید در این هزینه ها کمک شود و دیگرها هم تلاش کنه و آنچه را که توان دارد همکاری کنه. موفق باشین و سلامت و سرفراز. از شما تشکر میکنم که همیشه برنامه های خوب کوثر القرآن و برنامه های دیگر نهادها را زیر پوشش قرار میدین تا برای مردم یک فرهنگ و یک الگو شود که الگوهای خوب انشالله مردم ما همیشه استقبال کرده و استقبال میکنه. و شما هم موفق و سلامت باشید. مسئولیت مساجد آقا خیر و سلامت. خب بیننده های عزیز، خوشبختانه مصاحبه داریم با پدر داماد. اینا صحبت هایشان انشالله و احساسی که دارن نسبت به این برنامه امرایتان شریک میسازن. خوب هستی برادر؟ سلامت باشین، خیر باشین، یک جهان سپاس. خیر باشین. اول به بنیندای ما خودم معرفی کنیم. در اول خودم کاظم علی هستم، پدر شیرعلی، پدر داماد. سلام برای کل برادرهایی که حال ما را میبینه و خصوصا کارمندایی که از ما پذیرایی کردن، یک جهان سپاسگزار هستم. ماشاءالله بسیار زیاد خوش هستی. حتما خوش هستم. اولین عروسی اولادم است که من میبینم. ما بسیار عروسی ها را در بسیار هتل ها تر کردیم. از این هتل بسیار خوشنود هستم. بسیار گپای خوبی زدن. خدایش با خدا معلوم است که من یک احساسی که من بسیار از بدرزاده هایم بوده، از بسیار دوستان هایم بوده جای بودم، یک قدر خوشحال نبودیم، بخاطر که بسیار پروگرام اسلامی، یک پروگرام منظم اجرا شده. در ضمنش که میبینیم ماشاءالله تقریبا 30 چند تا زوج است. اینا هر کدام از یاب اینه او اقتصاد به یه حالتی که فعلا هست ندارن. میبینیم ماشاءالله خداوند کریم این بنیاد کوثر توفیق بده که دیگه کسایی هر هم بتونن از این چیز مفید بسازن. دیگه ما برای کلگی زوجات تبریک میگم.
همین 30 و 35 زوجی که از ما تبریک میگم، در ضمنش از شما بسیار تشکری میکنم، از کسایی که در اینجا زحمت کشیدن، کسایی که در اینجا پول مصرف کردن، کسایی که در اینجا هر چیزی که زحمت کشیدن، من یک جان سپاس هستم. بسیار خوب. واقعا فکر میکردی که در این طور یک برنامه ارزشمند بچه جانت بیای اشتراک بکنه و تشکیل خانواده؟ اصلا خداوند برای من، از یک شب پیش از عرفه ما تصمیم گرفتیم که برای خود عروس بیارم. یک شب پیش من با یعنی خودم با عروس خواستگاری کردیم، با یک مردمی خواستگاری که اصلا از قوم خیش من نبوده، از یک ولایت دیگه، از خیش من، از دختر خیل، از غزنی، من خودم از پروان هستم، از غربند هستم. یعنی من ایجی احساس نمیکنم، ایجی فکر نمیکنم، میگفتم خدایا من دختر طلب کنم، من چطوری که عروسی دیره بکنم، از کجا بکنم؟ من ندارم خدایی چی، من بسیار طبقه غریب هستم. من که در خانه خیش خود رفتم که 19,000 افغانی در خیش خود خانه خیش خود دختر طلب رفتیم، ولی الحمدلله هزار بار شکر اینو میبینم امروز همه کارا خداوند با برکت پیغمبرا، با برکت قرآن شریف، با برکت دوستا، با برکت مسلمان ها، یعنی کار ما همش با برا شده. زیبایی در کجا؟ شما از پروان زیبا هستید. بله سر. و پدر عروس هم از غزنی هست. بله سر. بله سر. واقعا چنین برنامه ها دو خانواده را چقدر به هم دیگر نزدیک ساخته. حتما نیتتون نیک بوده. بله بله. نیت ما نیک است. خداییش همه خیشی که ما مغازی چیز است اینا که من یک رویه کردن، هر چی که من گفتم گفته دیگه ما به تو که دادیم اختیارم به تو، اینا که من از اینا خیلی سپاسگزار هستم. چی وظیفه دارین شما؟ خودم دلیور هستم، هر جایی که بخوان یک دلیوری میکنم، خالی یک دلیور هستم، خودم رزوه رسمی ندارم. خب پسر چی کار است؟ پسرم پانتون خلاص کرده دیگه، هیچ حالی بیکار در خانه وظیفه نداره. بسیار مدت کم نامزاد بودن باید. تقریبا نامزادش بسیار کم مونده. نه من خواستگاری از ایره خیلی جا ما تصمیم داشتم خواستگاری بکنم، نشد. قسمتی که خواستگاری کردیم دنی چیست باز خبر شدم که اینطور یک بنیاد است، اینطور هم کاری میکنم، چون دیدم بچه هم جوان است، دخترم جوان است. ما آمدیم اینجا پیشنیاد کردم، پیشنیاد من رو پذیرفتن، من از خیلی سپاسگزارم. اینه خیلی خوشحال هستم در طول 20 روز یا 25 روز من تانیستیم هم صاحب عروس شدیم، هم نامزاتی را، هم شیرنخوری را، هم توی هم کلگی شده طول 25 روز به برکت خداوند، به برکت روز غدیر، روز غدیر اینه برای ما خداوند سپاسگزار شده با کلگی. ما همچنان میخواییم که به میتور برشان سهاله در واقعا خوشا به حالید. این زندگی فرزندیت با معنویت و با ارزش شروع کردی، با برنامه های اسلامی شروع کردی، با هزینه کم شروع کردی، یعنی واقعا بسیار یک خسوری یک پدری بسیار زیاد خوشبخت. خداوند من میگم کل مسلمان ها را یک آدمی بسازه که مثل ما واری از اولاد خود حمایت کرده بتانه، اولاد خود به خوشیاش، به خوبیاش مثل ما واری امیتر خوشحال سفری بکنه. بسیار پیامید برای سایر خانواده ها چی است؟ ممکن بعضی خانواده ها حاضر نشوند که بیاین فرزندانشان در چنین مراسم های عروسی ثبت نام کنند، والله ما یک شکل ننگ میکنن، آر میکنن. ننگ نباید بکنن. ببین ما الان میبینم یک دانه دختر خانم در اینجا نیست، یک بچه ای که مثلا عقلا را بره در قاضی زنان نیست. این بسیار یک ما شما الحمدلله شکر خدا اسلام هستیم دیگه، این برای ما بسیار یک سهولت است، این به آینده ما، به دین ما، به مذهب ما، به هر چیزی، به اسلامت ما یک پایه است، یعنی این یک ستون دین است. ما از تمام برادرها خواهش میکنم هم هزینش کم بشه، هم از این رسم رواجای بی جای امی فکران کوتاه میگم که وقت نزای نکنم. مثلا یک جوان نداره مسکین، افغانستان کل فقیر است، یک جوان یا دختر یا بچه بشینه طبقه که او فامیل از او پیسه پیدا کنه او را عرصه بکنه. ای خیلی خدایش به خیلی من میبینم صدها نامزاد به 10 سال 5 سال منتظر میمونه تا هزینه پیدا بکنه. این خیلی مشکل است، چون اگر که نتونه خب بچه هم ناامید میشه، دخترم ناامید میشه. خدای نخواست، خدای نخواست یکان تایی که فکر کدا شد در های غلط مره، یه دیگه در اسلام ضربه میزنه. چی مقدار شما و نهاد هزینه کرد در این مراسم؟ کتا نهاد ما که چیز نگرفتیم، حدودا شاید در خانه از 80 به بالا تا 1 لک هزینه کرده شخصا برای خودم.
من که فکر میکنم خودتان چقدر مصرف کردید؟ خودم هم نهایت دم خانه یک کالا خریدیم، یکان چیزایی که ضرورت در خانه بودن. اینا از طرف نهاد مد نظر؟ بله یک مقدار از نهاد مد نظر گرفته، یکان چیزایی سبوک و ریزه که کم بود بوده خودم مد نظر گرفتیم. خودم هم دوستا رو نگره کردم، کمک کردم دیگه. من از نهادم بسیار خوشحال هستم، از دوستایی هم که مثلا از خودت گرفته تا این محفل شده و خیش قوم کردم هم کاری کرده و دیگه مسلمان هم مثل عین خود همچنین فکر میکنم. انشالله زندگی خوب و خوش بری برای کل مسلمان ها را خدا در حوث مراد برسن، بخیر باشه، موفق باشه. خدا هر کسی در این راه همکاری کرده همراهش باشه، بخیر باشه. یا جهان سپاس، بخیر باشه. سلام برادر، خوب هستین؟ سلام، بخیر. چه حال احوال؟ الحمدلله شکر، خوب هستین؟ انشاءالله بخیر، سلامت باشین. باید برین دایی ما خودم معرفی کنین؟ هادی هستم، یک از اشتراکان این محفل عروسی دست جمعی. بسیار خوب، شما چی نسبت با عروس یا داماد دارین؟ ما یک عروسی بچه کاکایم هستم، با نسبت. خودتون عروسی کردین؟ نه، مجرد هستم. وظیفه و مسئولیت ها و مشغولیت ها چی هست؟ خیاطی، خیاط هستم، دکان خیاطی دارم. تصمیم داری به خیر عروسی کنی؟ فعلا نه. خب وقت سالای آینده آره. سالای آینده تصمیم دارم، ولی فعلا نه. ارزش مراسم های عروسی دست جمعی از دیدگاه شما به عنوان یک جوان چگونه هست؟ عزیز از دیدگاه دیگان جان از لحاظ معنایش بگه خیلی عالی است. از لحاظ مثلا فکر کن که مثلا از قرآنی بگی، از لحاظ مثلا پیامبری بگی، از هر امت که بگی عروسی ها پسندیده میشه. ولی از نظر شخصی خود مثلا این عروسی تحسین منم، این مراسم ها باید در وطن ما رایج زیاد پیدا کنم، باید عروسی ها رو باید تحسین منم. بسیار خوب. پیشنهاد مشخص شما برای جوانان، خانواده ها و خیرین، پولداران، سرمایه داران در خصوص مراسم های عروسی دست جمعی چی است؟ او از خیاران تقاضا دارم که پول های خود به جا مصرف نکنند، در جایی که مثلا اله خرچی کنند بیاد این محفل های اشتراک کنند، بیناد خیرات توزیع کنند، تا یک زوجایی که مثلا در کشور از ما فعلا مثلا نامزاد هستند نمیتونه ازدواج کنه، به اونها بیتنه مثلا دید خیرین کمک کنه تا اونها به هم برسه اگه چی اگر رسی دستم اجرا شد. اینایی که مثلا می پین لک، ده لک، یا مثلا پانزده لک، بسه ما کسایی میشنم تا بیس لک، سی لک افغانی رو مصرف کرده در رسی شخصی. در نظر از من شخصی به یک جوان و اسراف هسته. اسراف. اونا رو مثلا بیایی که پول اضافه کرده مثلا در فقرا و همسایگان کسایی که مثلا همتنان چسته با اونا تازه کنم، ولی اگه تو تیم در مستای خیرین مثلا بیده تا مثلا زوجایی که مثلا با هم هسته، زوجایی که نامزاد هسته با اون خیرین کمک کنه تا اونها مثلا بیتنه با این تیم محفل عروسی اشتراک کنه و اینجا با هم بریسته. خب شما پیشتر یک مورد دقیق نگفتین، خودتان انشالله اشتراک میکنین در مورد؟ صد در صد. خود من که مثلا نامزاد باشم میتونه اقتصاد چرا اگه داشته باشم من دمزی محفل ها اشتراک مونم و پول اضافه خرا اگر داشته باشم میتونه در خیرین مثلا در فقرای امو منطقه و مساجد و هر جا که مثلا فقرا باشه اونجا توزیع مونه پول اضافه خرا. زمانی که بخیر نامزد چید یک از شرطایت به خانواده عروس همی باشه که من در مراسم عروسی دست جمعی اشتراک میکنم. صد در صد همی موفق باشم.